از این توطئه ها مرتب پی در پی از سوی آنها انجام میگیرد گیرد بی فایده بی اثر میگن می خواهیم ایران رو منزوی کنیم جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر اتهام جدید امریکا را تکسیب کرد که گویا رهبران تهران قصد انجام عملیات تروریستی در خاک امریکا برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن را داشته اند. مقامات ایران تصریح می کنند که با تروریسم بیگانه اند و اینکه خود قربانی اصلی تروریسم در این سالها بودند چرا نیروی قدس باید همزمان هم مورد هدف جریان تروریستی باشه هم هدف جریان های دیکتاتوری و برخی دیکتاتورهای منطقه باشه و هم... با این حال اسناد و شواهد زیادی نشان میدهند که ترور سازمان یافته در خارج از کشور جزئی از روند شکلگیری و استقرار حکومت اسلامی در ایران بوده است. نخستین قربانیان ترور در خارج از کشور شهریار شفیق و علی اکبر تبا بودند. علی اکبر تبا در تابستان سال 1980 به دست یک سیاه پوست مسلمان امریکایی در واشنگتن دی سی ترور شد. در پی این ترور قاتل به ایران گریخت و سالها بعد نقش یک پزشک انسان دوست را در یکی از فیلم های محسن مخمل بازی کرد. I'm a <laughs> سپس نوبت به ترور ارتش قلام علی اوویسی و برادرش حسین اوویسی رسید که در یکی از خیابانهای پاریس در هجده بهمن ماه سال 1362 کشته شدند حمید رزا چیتگر بهمنی در سال, <Punch PenicISQ1> و و سال 1987 در وین به قتل رسید در همین شهر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران به همراه دو تن دیگر از مسئولان این حزب عبدالله قادری و فاضل رسول در جویه سال 1389 در جریان مذاکره با فرستادگان رئیس جمهوری وقت ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی به قتل رسیدند فرستادگان رئیس جمهوری وقت ایران یا در واقع عاملان این قتل محمد جعفر صحرارودی، حاجی مصطفی لاجوردی و امیر منصور بزرگیان بودند. کازم رجوی، برادر مسعود رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1990 در محل اقامتش در سوئیس به قتل رسید. پاسپورت تحقیق در سوئیس 13 تن از کارکنان رسمی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران را در برد متهم به شرکت در قتل کاظم رجوی کرد. سه ماه بعد از ترور عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، رهبر نهست مقاومت ملی ایران و منشیش سروش کتیبه در 29 فروردین ماه 1370 به دست معموران حکومت اسلامی با ضربات کارد در پاریس به قتل رسیدند. یکی از قاتلان علی وکیلی راد از سوی دادگاه پاریس به حبس ابد محکوم شد که همزمان عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در ترور شاپور بختیار کرد بیش از پانزده سال بعد دولت فرانسه علی وکیلی راد را آزاد و به دولت ایران تحویل داد پیشتر شاپور بختیار در اوایل دهه 1980 از سوی یک گروه لبنانی به رهبری انیس نقاش هدف یک سوء قصد تروریستی نافرجام قرار گرفت. انیس نقاش سال هاست که به کار پر رونق تجارت در ایران مشغول است و از اعضای فرماندهی سپاه پاسداران ایران به شمار می رود. در بهار سال 1987 یک رشته انفجار و سوء قصد تروریستی پاریس را در وحشت و نگرانی فرو برد. ده ها نفر از شهروندان فرانسوی در نتیجه این سوء قصدها کشته و زخمی شدند. دولت فرانسه پنج لبنانی را به اتهام دست داشتن در این سوء قصدها شناسایی و دستگیر کرد و وحید گرجی مترجم سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس رسما به عنوان سازمان دهنده ترورها و رابط حکومت اسلامی و سوء قصد کنندگان از سوی پلیس و دادگستری فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. وحید گرجی برای گریز از پلیس به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در پاریس پناهنده شد و عاقبت در نتیجه مذاکرات حکومت‌های پاریس و تهران اجازه یافت خاک فرانسه را به قصد ایران ترک کند. اندکی بعد از این معامله دو روزنامهنگار فرانسوی اسیر در لبنان توسط حزب الله این کشور آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند. در ششم سپتامبر 1992 فریدون فرخصاد، شاعر، خواننده و شومن سرشناس که در برنامه هایش حکومت اسلامی ایران را سخت مورد انتقاد قرار میداد به طرز فجیحی با ضربات کارد در منزلش در آلمان به قتل رسید. چندی بعد صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران به همراه فتاه عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در 26 شهریور ماه 1371 در رستوران میکنوس برلین به قتل رسیدند. دادگاه رسیدگی کننده به این جنایت در برلین در دهم آوریل 1997 آیت الله علی خامنه‌ای آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام علی فلاحیان را به عنوان آمران جنایت رستوران میکونس معرفی کرد. قاتلان این جنایت کازم دارابی کازرونی و عباس رایل عضو حزب الله لبنان به حبس ابد محکوم شدند. چند تن دیگر از قاتلان ایرانی و لبنانی از جمله مرتضی غلامی موفق شدند به ایران و لبنان بگریزند. در آن زمان هفته آلمانی اشپیگل با استناد به گزارش اطلاعاتی در مورد این قتل نوشت سوء قصد تروریستی میکونوس توسط شعبه سرویس های مخفی حکومت ایران در بن و با اسم رمز بزرگ علوی تحریزی و اجرا شد اشپیگل اضافه کرده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دارای مهمترین شعبه در میان سرویس های مخفی ایران در آلمان است و سفارتخانه جمهوری اسلامی در بن در واقع مرکزی برای تریزی عملیات تروریستی در سطح اروپا است. این شعبه در طبقه حفاظت شده ای در سفارتخانه ایران در بن در سالهای 1986 و 1987 به وجود آمد و دارای یک اتاق مخابرات و دستکم 20 کارمند دائم بوده است. اشپیگل تصریح کرده بود که در پس جنایات خارج از ایران یک قدرت حکومتی با تمام امکانات مالی و فنیاش قرار دارد. سوء قصد های تروریستی در خارج از کشور به قیمت جان صدها تبعیدی در بیش از سه دهه اخیر تمام شد. برخی از این قربانیان عبارت بودند از رضا مظلومان، کورش آریامنش، بیژن فاضلی، محمد حسین ارباب کاظمی، حامد منفرد، محمد قادری، تاما کرمانج، قفور حمزه فرزانه احمد حامد، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، اکبر محمدی، خلبان پیشین علی اکبر حاشمی رفسنجانی که در سال 1987 در هامبورگ به قتل رسید. سیروس الهی، محمد حسین نقدی، بهروز شاهرودیلو، فاضل رسولی و صدها تن دیگر که ذکر اسامیشان در این مجال میسر نیست. یکی از نهادهای نظامی اطلاعاتی که متهم به دست داشتن در این گونه عملیات بوده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که از آن بنوان بازوی عملیات تروریستی سپاه پاسداران ایران در خارج از کشور یاد می شود فرمانده سپاه قدس را همکنون سردار پاسدار قاسم سلیمانی بر عهده دارد که به تازگی از سوی دولت امریکا به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در خاک امریکا متهم شده است. از جمله عملیات خونینی که دولت‌های غربی به سپاه قدس نسبت می‌دهند، سوء قصد‌های تروریستی اول دهه 1990 علیه انجمن همیاری یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس و نیز سفارتخانه اسرائیل در این شهر است که دست کم 114 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. در این زمان فرماندهی سپاه قدس بر عهده سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کنونی دفاع در دولت محمود احمدی نژاد بود به غیر از احمد وحیدی چهار تن دیگر از رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله وزرای دفاع و امور خارجه وقت و همچنین فرمانده وقت سپاه پاسداران ایران رسما از سوی دولت آرژانتین متهم به دست داشتن در این سوء قصد خونین تروریستی شدند به دلیل همین اتهام بود که دولت بولوی در ماه مه گذشته احمد وحیدی را که سرگرم یک بازدید رسمی از این کشور بود از خاک بولوی اخراج و مراتب عذرخواهی خود را تسلیم دولت آرژانتین کرد که خواستار جلب و استرداد احمد وحیدی به این کشور شده بود در سپتامبر سال 2003 نیز به درخواست دولت آرژانتین هادی سلیمانپور، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان سوء قصدهای خونین اول دهه 90 علیه یهودیان این کشور در لندن دستگیر شد اما دولت انگلستان با این استدلال که دلایل کافی در تایید دست داشتن هادی سلیمانپور در سوء قصدهای تروریستی بوینس آیرس در دست نیست از تحویل وی به دولت آرژانتین خودداری کرد. دولت امریکا مدعی است که سپاه قدس در عراق و افغانستان بسیار فعال است و بسیاری از سربازان امریکایی در این دو کشور در نتیجه عملیات سپاه قدس کشته شده اند. لون پانتا وزیر دفاع امریکا در یکی از آخرین سفرهایش به عراق هشدار داد که دولت امریکا اقدامات سپاه قدس را بیپاسخ نخواهد گذاشت. در هفته های گذشته دولت امریکا این بار سپاه قدس را به تریزی عملیات تروریستی در خاک این کشور متهم کرده است. عالی ترین مقامات امریکایی به ویژه باراک اوباما صریحا گفتند که عناصری از حکومت ایران از جمله فرماندهان سپاه قدس قصد داشتهاند سفیر عربستان را در رستورانی در واشنگتن به قتل برسانند که می توانست در صورت عملی شدن به کشته شدن شمار کسیری از شهروندان امریکایی نیز منجر شود به گفته دولت امریکا در این عملیات حکومت اسلامی ایران قصد داشته است در ازای پرداخت یکونیم میلیون دلار و نقد و هزاران کیلوگرم تریاک یکی از کارتل های بزرگ مواد مخدر در مکزیک را معمور اجرای سوء قصد در امریکا کند. مقامات امریکایی حتی بعید ندانستند که سپاه قدس بدون رهبر حکومت اسلامی ایران قصد اجرای چنین طرحی تروریستی را داشته و به همین خاطر نسبت به قدرتگیری و سلطه سپاه قدس در ساخت حکومت مذهبی ایران ابراز نگرانی کردند مقامات اطلاعاتی امریکا همچنین گفتند که سپاه قدس همکدون سرگرم تحریزی دیگر عملیات تروریستی در دیگر نقاط و کشورهای جهان است.